Bismillahirrahmanirrahim. 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 به نام خداوند بخشاینده مهربان، خالق آسمان ها و زمین، نور آسمان ها و زمین، صاحب عرش عظیم و پادشاه آسمان ها و زمین و رب آسمان ها و زمین، همیشه صحبت خودم را آغاز میکنم. اوست که پروردگار آسمان ها و زمین است. در درک او تلاش کنیم، در شناخت او تلاش کنیم، در ایمان خود تلاش کنیم که قوی تر بشویم. انشالله با بخشش و وارد بشتردن بشویم. مثل من، مثل همیشه اسم خودم رو بیان میکنم، خودم رو معرفی میکنم. اسم من فریبرز، متولد ایران هستم. وابسته به هیچ گروه سیاسی، غیر سیاسی، حزب، دسته، سازمان و تشکیلاتی نیستم. وابسته به هیچ دولتی، حکومتی، کشوری بر روی این زمین و این سیار و این زندگی زمینی نیستم. فقط و فقط به خدا یکتا وابسته هستم، به دلیل مسئولیتی که نسبت به دین خودم از نظر شرعی، اخلاقی، وجدانی، انسانی، حقوق و بشری و تمام معیارهای صحیح انسانی دارم. اینجا از دین خداوند و پیامبران خدا حمایت میکنم و تا زمانی که زنده هستم به هیچ احدی در تمام زمانی که من زندگی میکنم اجازه نمیدم از نام پیامبران خدا و دین اسلام برای شقاوتها، ظلمها، تبهکاریها، ستمها، قتلها، کارهای زشت خوش استفاده کنند و من مسئول هستم از دین اسلام و پیامبران خدا و پیامبر اسلام محمد صلی الله حمایت کنم و تمامی انسان ها با وقار دعوت میکنم به من ملحق بشوید و از دین خداوند حمایت کنید و نگذارید جمهوری اسلامی ایران با نام پیامبر خدا و دین اسلام اسلام رو به زشتی جلوه دهد و از نام اسلام و پیامبر خدا سوء استفاده کنند. وظیفه ماست که در مقابل اینها بایستیم و صحبت بکنیم. مثل همیشه مطالب یا مطلبی رو عنوان میکنم که امیدوارم حائز اهمیت قرار بگیره. یکی از مهمترین مسائلی که متاسفانه در اخبار امروز هم شنیدم که حجاب رو در ایران بدتر و بدتر کردن و به اسم رعایت عفاف و حجاب اسلامی گروه هایی رو تشکیل دادن و زنان رو در جامعه مورد اذیت و آزار قرار میدهند و برای اینکه عنوان کنن ما طرفدار اسلام هستیم از این ظلم ها استفاده میکنن، زیرا که اسلام رو نفهمیدن و معنی عفت و عفاف رو نفهمیدن، این آیت الله ها و این آخوندها و معنی پاکی انسان رو نفهمیدن و فقط همانند هیتلر و پیروان هیتلر از اسم قانونی سو استفاده میکنن و انسان ها رو به بیراه میبرن با نام اسلام و رعایت پوشش اسلامی. همونجور که در ویدیوهای قبلی عرض کردم، خداوند یکتا و محمد سلام الله قوانین رو در زمانهای مختلف و بر اساس آمادگی که اون اجتماع برای پذیرفتن اون عقاید و اون قوانین داشت وحی به پیامبر خدا کرد و قوانین رو پیامبر خدا ابلاغ کرد و از مردم خواست و توصیه کرد که اون قوانین رو اجرا بکنن. همراه با اینکه در اون زمانهایی که حضرت محمد به بعثت مبعوث شد و اون بستر رو در جامعه ایجاد کرد، در جامعه ایران اون بستر وجود نداره، چون بستر در فکر این آخوندها اکثرا و روحانی ها و آیت الله ها وجود نداره. چون زمانی که متولد میشن در خانواده هاشون رو یاد میگیرن که زن باید روسری سر کنه، حجاب داشته باشه، بیرون میره با چادر بره و یا حجاب اسلامی بره. این رو معیار عفت و پاکیزگی قرار دادن. اشتباه اینها همین است. انسان پاکیزگی و عفتش وابسته به این هست که کارهای زشت نکنه، کارهای غیر اخلاقی نکنه، زنا نکنه، فحشا نکنه و به بیراها نره و تبهکاری نکنه و کارهای زشت نکنه. پوشش انسان نشان دهنده این کارها نیست. پوشش انسان در حدی که در مسائل نسبی، تعادل، قوانین بشری و بین المللی و عرفانی و اخلاقی و رابطه پیدا کردن با حقوق بشری دارد باید الگو قرار بگیره در جوامع دنیا. برای اینکه قدم به مراحل بالاتر معنوی، اخلاقی برسیم، بالاتر روحانی و ربانی و اخلاقی و روحی و روانی و معنوی برسیم
و اجتماعی برسیم، خداوند یکتا پوشش کامل اسلامی را به انسان ها توصیه کرد و حضرت محمد وحی کرد. انسانی که دارای اون نکات اولیه نیست، دارای اون بستر نیست، جامعه که دارای اون بستر و آمادگی نیست، جامعه ای که معنای واقعی پاکیزگی رو به انسان ها آموزش ندادن و برای ایجاد و حفظ اون پاکیزگی و رفتار صحیح و اخلاق صحیح مسائل اجتماعی، روانی، روحی، اقتصادی، بین المللی رو اجرا نکرده، میان از مردم فقط پوشش اسلامی که حتی صورتشون هم برزن پوشیده باشه و یا پوشیده نباشه، تمام بدنشون پوشیده باشه، این رو میخوان. ببینید اینجا مجدداً ویدیوهای در تو با حجاب پر کردم از تمامی انسانهایی که در ایران به مردم دارید ظلم میکنید، حقوق زنان رو در جامعه اجحاف میکنید، به زنان میخواهید حجاب زورکی بدهید، مردم ای کسانی که این کار رو میکنید شرم کنید، حتی در خانواده های خودتون کسانی که مسئول کارها هستید به بسیج ملحق شدید، عضو بسیج هستید، عضو شهربانی و یا نیروی پلیس هستید و هر سمتی که دارید، حتی در خانواده های خودتون فکر کنید که پاکیزگی و عفت در نفس انسان و درون انسان و فکر انسان وجود داره که باعث میشه انسان به کارهای زشت دست نزنه. یک انسانی ممکنه ریش بگذاره ولی از اون بیریشی که اصلاح تراش میکنه مثل بنده و بسیاری از ریشوها، نمازگزارها در کارهای کثیف قرار دارن. بسیاری از زنانی که حجاب اسلامی کامل مثل عربستان سعودی، کشورهای اسلامی و ایران که میخواد تحمیل کنه دارن ولی کارهای زشت و ناپسند میکنن. شما از مردم میخوایی ظاهر پردازی بکنن؟ اسلام ظاهر پردازی میخواد؟ آقایان رؤسای شهربانی و بسیج و سپاه و غیره و حکومت، آقا شما کجای داخل؟ شما کی میخواید معانی اسلام رو درک بکنید؟ اسلام یعنی تسلیمیت در مقابل خدا، سلامت، پاکیزگی و حقوق و صحیح انسانی زندگی کردن. این حقوق صحیح انسانی نیاز به ایجاد بستر داره، آمادگی داره. شماها و اون آقای خمینی و این آقایانی که ملا و آیت الله هستید، شما کجایید؟ که میخواد اسلام رو درک کنید آخه؟ برید اسلام رو یاد بگیرید، حقوق بشری و انسانی رو که در بستر هر انسانی در جوامع بشری قرار داره یاد بگیرید، بعد بیاید به قوانین که خداوند در چندین سال به حضرت محمد وحی کرد، پس از اون بیاید اون مقامات بالاتر و نکته های بالاتر انسانی که بخشش برمیگرد به حجاب از مردم بخواید. خودتون در خانواده های خودتون هم دوچار این سوالات و این مشکلات هستید، بعد میرید به مردم ظلم میکنید، زنی که یه ذره موش بیرونه میگیرید میبرید اونجا در زندان میندازید. آقا شما شرم نمیکنید آخه؟ میگه پاکیزگی و عفت انسان به اینه که موش بیرون باشه یا نباشه، پاکیزگی و عفت انسان اینه که چادر سر کنه یا نکنه، پاکیزگی و عفت انسان به رفتار اوست، به انجام ندادن به کارهای زشت است، اینه که انسان کار صحیح بکنه. پوشش یک پوششی است که شخص میتونه خودش انتخاب کنه. کجا شما در آیات قرآن پیدا میکنید که زنی که حجاب اسلامی که در کشور اسلام وجود داره نداشته باشه مجازات بشه؟ شما چیزی در آیات خداوند پیدا نمیکنید. چگونه به خودتون اجازه میدید که به زنان ظلم کنید؟ چگونه اجازه به خودتون میدید؟ وجدان ندارید شما آخه؟ زن مردم رو، دختر مردم رو، خواهر مردم رو به جرم این که مثلا ماتیک زده و یا ناخونش رو چی میگن رنگ زده و یا مثلا یه ذره آرایش کرده و یا مثلا و غیر چیزایی که در ایران تازه محدود کردید، اون یه ذرهش هم مردم رو میگیرید میبرید زندان میزه. آخه شما شرم نمی کنی؟ در ویدیوهای قبلی مثال زدم، افکار شما دارای مشکلات روحی روانی و منتالیته است، اون رو صحیح کنید. من ویدیوهای قبل عرض کردم به غیر از تحصیلات معمولی که دارم، دارای دو مدرک فوق لیسانس در دو رشته مشهور دنیا، یکی از دانشگاه‌های معتبر دنیا هستم، یکی از آنها روانکاوی روانشناسی است. کسانی که پاکیزگی انسان رو، عفت انسان رو،
چی در مردها چی در زنها، در مردها با ریش گذاشتن، نمیدونم با نماز خواندن، در زنها با چادر سر کردن، روزی گرفتن و نماز خواندن میدونه شما مشکل روحی روانی دارید. پاکیزگی انسان به این است که کار خلاف نکنه. کار خلاف فقط این نیست که برید خدای نکرده زنا کنید. خلاف اقتصادی داریم، حرام خاری داریم، خلاف اخلاقی داریم، خلاف دروغگویی داریم، خلاف کارهای نابسازای اخلاقی داریم. هیچ انسانی حق نداره هیچ زنی رو دستگیر کنه به دلیل اینکه چادر سرش نیست. خداوند به زنها این رو پیشنهاد کرده، اونم در مراحل بالاتر ربانی، روحانی، اخلاقی، در جامعه‌ای که در اون مراحل اول اون بستر و اون زمینه رو ایجاد کرده باشن. شما کجا ایجاد کردی؟ خودتون در خانواده های خودتون اکثرا مشکل دارید. دخترتون یا خواهرتون یا زنتون ازتون سوال کنه مگه پاکیزگی من به انجام به پوشیدن اون چادر است، چه جواب میدید؟ بدید به این سوالاتی که من دارم عرض میکنم تفکر کنید، شرم کنید، حیا کنید. اسلام انسانها رو دارای اخلاق و سیر و پاکیزگی میخواد. یک زن حتی اگر لباس غربی بپوشه ممکنه بهتر از اون زنی باشه که چادر سر میکنه. یک زن ممکنه چادر سر کنه از اون زنهای دیگر بهتر باشه. در هر دسته افراد متفاوت وجود داره. چادر سر کردن انتخاب یک زن در یک خانواده و شخص اون زن و اطرافیان اون زن. هیچ کسی حق نده اون رو به زور بخواد. کسی که این کار رو بکنه از هیتلر هم بدتره. حضرت محمد شما سراغ دارید برید زندگی تاریخ حضرت محمد رو مطالعه بکنید. کجا حضرت محمد و اصحاب حضرت محمد زنی رو دستگیر کردن به دلیل اینکه موش بیرون بوده؟ کجا بوده چنین چیزی؟ شما در تاریخ پیدا نمی کنید. کجا بوده این کارها که شما میکنید، این شقاوت و این بیشرف بازی هایی که در میارید؟ با آبرو حسیت مردم بازی میکنید به اسم اسلام و من اجازه نمیدم. قلبم پارچه پارچه شده، مغزم پارچه پارچه شده. شما چگونه به خودتون اجازه میدید با نام حضرت محمد و نام دین خدا، متکاملترین دین انسان در زمان تا آخرین زمان بشریت، این کارها رو کنید؟ آخر شما شرم نمی کنید؟ خداوند پیامبران خودش رو فرستاد تا با قلب مردم و روح مردم تسلط پیدا کنن. موقع که شما آموزش صحیح بدید، اون بستر و اون زمینه رو در جامعه ایجاد بکنید، مردم اتوماتیک خودشون به مراحل بالاتر دست میزنن. در جلسات قبل مثال‌های مختلفی زدم. مانندیمون یه نفر در کلاس اول دبستان نگذاشته ای؟ یه مثال دیگه بزنم. میخواد برید دانشگاه درس بخونه. آخه کسی که کلاس اول دبستان، دوره راهنمایی و دبیرستان رو تمام نکرده چگونه میتونه بره دانشگاه درس بخونه؟ چگونه میتونه بره پروفسور بشه؟ حکایت شما مثل این، آخه چه مثال هایی بزنید که شما اینو درک کنید؟ شما خودتون و خانواهاتون اکثرا در کلاس اول مسائل اسلامی قرار نگرفته اید، میخواهید برید اونجا در دانشگاه درس بخونید. دانشگاه مثلا حجاب اسلامی برای زن هاست، اون کلاس اول پاکیزگی برای انسان ها و زن هاست. شما اون کلاس اول راهنمای غیره حتی درس نخونده اید، در جامعه ایجاد نکرده اید و اون کلاس اول برای ایجاد اخلاقی و پاکیزگی در جامعه و کشور نیاز به آموزش و پرورش صحیح، جامعه صحیح، رفتار صحیح، روابط اجتماعی صحیح، محیط کار صحیح و آزاد و بستر اقتصادی صحیح و رفتار و فکر صحیح به انسان‌ها دادن با قانون ایجاد میشه. شما کجای داخل؟ تمامتون، اکثرتون، بلکه آدم خوبم تو شما وجود داره، ایشالله که وجود داره، ولی ما که ندیدیم. چه این آیت الله هاتون، چه اون آخونداتون، چه کسانی که پیرو اینها شدید. آقا شرم کنید، به مردم ظلم نکنید، برید اسلام رو درک کنید. اسلام در مراحل بالاتر اخلاقی و انسانی قرار داره. برای شما مثال زدم، شما در کلاس اول دبستان هم در اسلام درس نخوندید، میاید میخواید از قوانین پروفسوری و دانشگاهی و اکادمی استفاده کنید. هنوز نفهمیدید چی به چیه، هنوز نفهمیدید روابط انسانها با هم چگونه است، هنوز نفهمیدید قوانین که خداوند در سالهای مختلف حضرت محمد ابلاغ کرد و وحی کرد برای چی بوده، در چه زمانی بوده، چگونه بوده، برای چه بوده و در چه سطحی بوده.
حتی آیت الله هاتون اینو نفهمیده اید. اگر فهمیده بودید این بلاها رو بر سر مردم نمی آوردید. آقا شرم کنید، حیا کنید. مثال های مختلفی زدم، اتوبوس ها رو از هم جدا کردید، زن ها رو به یک استادیوم فوتبال و مجامع ورزشی راه نمیدید، زن ها رو محدود کردید، مرد ها رو به شکل دیگه، زن ها رو بسیار بسیار شدید. جامعه رو از یک جامعه آزاد مانند یک گل که باید یک بستر صحیح، یک خاک صحیح، با یک کود صحیح که اون گل رشد بکنه، اون درخت رشد بکنه، شما اون بستر رو برای اون گل ایجاد نکردید. اون گل رشد نمیکنه که خودتون هم دشواری مشکلات روحی روانی هستید، در خانواداتون اون خاک صحیح. مثال دیگه بزنم، برای کشاورزی به چی نیاز داریم؟ یک خاک صحیح، یک بستر صحیح که اون خاک آفتاب بخوره، رشد بکنه، کود داده بشه، آب داده بشه و اون گل و اون بعض اتوماتیک رشد میکنه. جامعه این گونه باید باشه، جامعه اسلامی این گونه است. این مثال ها رو بری روش تفکر بکنید. با نام حضرت محمد به مردم ظلم نکنید، با نام اسلام این شقاوت ها رو به وجود نیارید، با نام حیثیت مردم و عفت مردم و آبروی مردم بازی نکنید، خودتون در جامعه جهانی زشت جلوه ندید و برای آیندگان و نسل فعلی یک خاطرات اشتباه و ظلمانه و مستکبرانه به جای نگذارید و از آخرت از همه مهمتر بترسید. به خداوند چه جواب خواهید داد؟ ای کسانی که مأمور پلیس و بسیج شدید، مردم جری اذیت میکنید، آخرت مهمه یا خامنه ای مهمه؟ آخرت مهمه یا اسمون آقا چی بود؟ خمینی مهمه؟ آخه خمینی ها، خامنه ای ها، هزاران مثل اینا پشیزی در جهان دیگه به شما کمک نمیتونه میکنن. شما کجای کارید؟ اسلام رو یاد نگرفتید؟ انا الله و انا الیه راجعون، از خدا آمدیم به سوی خدا باز میگردیم. این جهان جهان آزمایش ماست، امتحان ماست و در این امتحان سربلند بیرون بیاوید. به مردم ظلم نکنید، انسانها رو در مورد پوشششان در حد اطلاع آزاد بگذارید. اگر اطلاع از اسلام ندارید برید مطالعه کنید مشکلات روحی روانی که قرن هاست توسط این متصدیان دین به مردم تزریق شده، از اونها آزاد بشوید و همانند محمد صلی الله و اصحابه او تفکر بکنید، فکر خودتون رو آزاد بکنید و قوانین اسلام رو درک کنید و قرآن بخوانید. قلبم پاچه پاچه شده، امیدوارم صحبت‌های من در امروز باعث گشایش در فکر شما مسئولین کشور شده باشه و از این شقاوت‌ها دست بردارید. از شما مردم می‌خواهم چگونه بگم، همه با هم متحد شید، این سیستم رو تغییر بدید. تا این سیستم عوض نشه هیچی درست نمیشه، با آدم و عوض شدن چیزی درست نمیشه. این جمهوری اسلامی قانون اساسیش و تمامی نکاتش 100% باید دگرگون بشه. اینها همه باید به پایین کشیده بشن و این مرد، کسانی که به این مردم جون ظلم میکنن، تمام در دادگاه ها محکوم بشن بر اساس قوانین اسلام و رأی مردم. صحبت آخر من در روز این است که از خدا بترسید. ای کسانی که ایمان به خداوند اکتا دارید، از خدا بترسید و به مردم ظلم نکنید و نام اسلام و حضرت محمد به مردم ظلم نکنید و مانند وحشی ها عمل نکنید، مانند یک انسان زیبا، همانند حضرت محمد عمل کنید. در اختتام برنامه امروز بخواهم سوره از سوره قرآن رو قرائت کنم، امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لمن تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله صفا. و آیات ادامه داره. امیدوارم که این آیات مورد قبول درگاه خداوند قرار کردم اجان قرار بگیره و خداوند ما رو همه رو بخشش مورد بخشش خودش قرار بده و ما انسان ها از مردمان با ایمان واقعی به درگاه خدا و خداوند باشیم و کارهای زشت با نام اسلام و پیامبر خدا نکنیم. روز شما بخیر.